سلام رفقا و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. توی این ویدیو قراره روش ساخت اکانت اسپاتیفای رو بهتون نشون بدم و همین که چجوری میتونید اکانتتون رو پریمیوم بکنید. نمیدونم، شاید شما هم مثل من وقتی که دارید یه پروژه انجام میدید، پای یه پروژه هستید یا حالا دارید با لپتاپتون با دسکتاپتون کار میکنید، عادت دارید که موزیک گوش بدید. من خودم همیشه اینجوریام. من از سرویسی که همیشه استفاده میکنم واسه موزیک گوش دادن اسپاتیفای، قدرم تصمیم گرفتم به شما یاد بدم که چجوری ازش استفاده بکنید از اپلیکیشنش. به جرات میتونم بگم که اسپاتیفای الان پرقدرت ترین سرویس موزیک دنیاست، هم از ساند کلاد قوی تره و هم از آیتیونز. ولی تا آخر ویدیو با من باشید تا بهتون یاد بدم که چجوری میتونید از این اپلیکیشن استفاده کنید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. خیلی ازتون ممنونم که واسه من کامنت میذارید و یادتون نره که چنل من رو سابسکرایب بکنید، چون ویدیوهای به درد بخوری توش هست و مطمئنم که حتما به دردتون بخوره. بریم سراغ اینکه چجوری اکانت اسپاتیفای بسازیم واسه خودمون و اینکه چجوری اکانتمون رو پریمیوم بکنیم. ولی قبل از همه اینو بهتون توضیح بدم که فرق این دوتا با هم دیگه چیه. ببینید بچه ها، وقتی که از اکانت فری استفاده میکنید یه تفاوتی دارید بین دسکتاپ، بین لپتاپ و مک و دستگاه هایی که معمولا شما به خودتون حملشون نمیکنید و موبایل. اگر اکانتتون فری باشه روی ویندوز، روی اپلیکیشن ویندوزی اسپاتیفای، و روی مک شما دستتون بازتره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا میتونید آهنگتون رو هر چند تا که میخواید بزنید جلو، هر چند تا که میخواید بزنید عقب، روی موزیکتون ترک بکنید. خب ولی خب تبلیغات هم وجود داره این وسط، هر 6 تا آهنگ هر 30 دقیقه کامرشیالی میادش و باید ببینیدش، نمیتونید بایپاسش بکنید، نمیتونید ردش بکنید. این از این. ولی روی موبایل خیلی محدود ترید، فقط 6 تا آهنگ میتونید بزنید جلو که اون 6 تا رو نمیتونید خودتون انتخاب کنید واسه جلو زدن. پلی لیستتون رو نمیتونید انتخاب کنید، پلی لیستتون به صورت شافل، به صورت همون رندوم توری پلی میشه واسهتون. و موردی که داره روی موزیک نمیتونید ترک بکنید و هیچ آهنگی هم نمیتونید عقب بزنید. خب فقط روی موبایل اینجوریه، یعنی تبلت هم شبیه همون ویندوزیه و روی اپلیکیشن هایی که روی اسمارت تی وی ها هم وجود داره. من تست کردم واسه اکانت های فری، اکانت های رایگان، شما دستتون بازه که حالا آهنگتون عقب جلو بزنید، ضمن اینکه تبلیغات هم وجود داره. این از این. به خاطر همین روی موبایل همیشه شما رو مجاب میکنه به سمت اینکه حتما یه پولی خرج بکنید و اکانتتون رو پریمیوم بکنید. این هم از این. من الان همونجوری که الان بریم روی ویندوز، همونجوری که الان میبینید یه دونه تبلیغ به صورت پاپ اپ اومده روی حالا روی LCD من. چیزی که وجود داره اینه که خب مثلا من میتونم اینو ببندم، ولی از این پاپ اپ هم زیاده روش که تبلیغایی که اینجوری میادش. ولی خب این بنرایی که این پایین میبینید داره، یه سری تبلیغ هم میاد که اصلا کلن هم حرف میزنه هم تصویر داره. در واقع این آگهی های بازرگانی تلویزیونی میاد روی تصویر و شما نمیتونید اونا رو بایپاس بکنید. خب در همین یه جوری هولتون میده به سمت اینکه خودتون رو خلاص بکنید، کلا از اکانت پریمیوم استفاده بکنید. همین اینجا آپگرید بزنید. بریم تو فاز اینکه بهتون توضیح بدم چجوری میتونید اکانتتون رو پریمیوم بکنید. میتونید آپگرید بزنید از طریق ویزا کارت، از طریق مستر کارت به پرداخت بکنید. ما چون تو ایران هستیم ریسک این کار خیلی زیاده، خاطر من این کار رو انجام نمیدم که بخوام با ویزا کارتم برم این کار انجام بدم و بعد ممکنه که در صرفه که وی پی ام بزنم آی پی مش باشه با اون کانتری که با اون کشوری که حالا مثلا دارم از ویزا کارتش استفاده میکنم. بخاطر همین ما این کارو انجام نمیدیم. من اسپاتیفای هم رو مینیمایز میکنم، میام روی سایت اسپاتیفای که لینکش هم پایین میذارم، spotify.com. خیلی ساده ای. اگر بخواید ساین اپ بکنید دوبار ایمیلتون رو کانفیرم میگیره، دوبارم حالا پسورد ازتون میخواد، پسورد و کانفیرمیشن پسوردتون. و خیلی ساده، خیلی راحت ساین اپ میکنید، مثل همه اکانت هایی که ساین اپ میکنید میسازید و ازش استفاده میکنید. ولی من قبلا خب 3 سال پیش اکانتمو ساختم و الان فقط لاگین میکنم
یوزر پسورد هم سه تا بذارم همینه. خب آره منو لاگین کرد خب و احتمالاً خود اپلیکیشن اسپاتیفای رو تحت وب واسم بیاره که الانم آورد خب و حتی یه پیام بهم میده که برو اکانتت رو پریمیوم کن. کاری که من انجام میدم بعد از اینکه لاگین شدم میام خود spotify.com، بعد که اومدم توی spotify.com میبینی هنوزم یه بنر داره میده که ببین اگر الان اکانتت رو پریمیوم کنی 3 ماه بهت فری میدم. من بعدم نمیاد از این فرصت استفاده کنم. من کاری که انجام میدم میرم توی پروفایلم، میرم تو قسمت اکانت، بعد از اینکه وارد پروفایل خودتون میشی این پایین از این نویگیشن بار سمت چپ تصویر میتونید گزینه ریدینگ رو انتخاب کنید. اما قبلش به یه نقطه ای بچه توجه بکنید. ببینید الان اگر اینجا کشور من رو کانادا نشون میده به خاطر اینکه وی پی انی که من زدم اینجا ببینید کانادا هستش. خب حالا ارمون آی پی من تشخیص میده که کشور من رو کانادا بذاره. من کشور خودم رو آمریکا نذاشتم، چون اگر کشور خودم رو آمریکا بذارم یعنی وی پی ان آمریکا بزنم علاوه بر زیپ کد و حالا اون دیپ کارت کدی که از من میخواد آدرس هم از من میخواد که خب من ندارم، برابر این کار رو انجام نمیدم. کاری که انجام میدم اینه که میام ریدینگ رو میزنم، همونطور که میدید اینجا از من کد رو میخواد، من کد رو میزنم از من زیپ کد میخواد که اون رو هم میذارم، تیکه من روبات نیستم رو میزنم و بعد کانتینیو. خب همونجوری که میبینیم تو میگه که این کدی که تو داری میزنی واردش کردی مربوط به کشور تو نمیشه. درست هم میگه، چون این کده واسه یه دونه یه در واقع گیفت کارت امریکاست، گیفت کارت اسپاتیفای یا امریکاست، بخاطر همین من باید برم کشورم رو عوض کنم. مجبور شدیم در عقب بگیریم. من وی پی ان رو خاموش میکنم، کشورم رو عوض میکنم، کشورم رو امریکا میذارم از این قسمت برمیگردم عقب. دوباره وارد پروفایلم میشم. حالا به من اجازه میده که کشورم رو عوض کنم. میزنم روی USA. فقط هم دو تا کشور به هم نشون بده. دید بچه ها به خاطر که IP نوست شده سیف پروفایل میکنم، میان اینجا. حالا این دفعه که ریدینگ میکنم اگر دقت کنید ببینید که یک کارم گزینه برای من باز شد، چون من کشورم رو عوض کنم. من گیفتم رو میدم، آدرسم رو هم از همین سایتی که گیفت کارت خریدم برمیدارم. و ریدیم که از خودم رو if you read this code is not legible or other free. بعد من خودم رو ریدیم میکنم و اون شهر هم عوض کردم بچه ها. خب اینجا دیگه که ریدیم کد شما انجام شد خب و دیگه که پرچیس شما، خرید شما کامل شد، یک ماه اسپاتیفای پریمیوم دارید، یک ماه و خب اون
سه ماه رو هم بعد از این یک ماه به من میده. بچه به این نکته خیلی دقت بکنیم، اونم این که وقتی خب شما رفتی پروفایلت رو تشکیل دادی، خب ساین اپ کردی، رجیستر کردی، پروفایلت رو تشکیل دادی، بعد اونجا گفتی که مثلا کشور من فلان جاه، خب آدرسی که دارید میدید کاملا با مرتبط باشه و حتما 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 با وی پی ان بزنید. به این نکته دقت بکنید که آقا من وی پی ان زدم و وی پی ان تون آی پی همون کشوری باشه که الان میخواد باش رجیستر بکنید. خیلی به این نکته دقت بکنید. من این کار رو خودم میگم بهتون و خودم هم انجامشون میدم، یعنی یه جوری اول ایمیلی بعدن کار، اینطوری نباشه که بیگودار را بزنید بدون اینکه وی پی ان بزنید، با آی پی ایران باشید برید یه دونه مثلا آدرس بزنید از یه جای دیگه، بعد انتظار داشته باشید که اونم به شما بگه اوکی و بیا برو من اکانتتو پیرویو کردم. نه، از این ریسکا هیچ وقت انجام ندید، من هم توصیه نمی کنم. و حالا اینکه میگه که شما میتونید از این بعد حتی اگر اینترنت نداشتی هم به صورت آفلاین استفاده بکنی و دیگه واسط ادورتایز یا همون کامرشیال نمیاد، های کوالیتی آدیو میتونی آهنگا رو گوش بدی و هر آهنگی رو میتونی اینجا عکس فوروارد و بکوارد گذاشته که هر آهنگی رو میتونی گوش بدی. حالا من برمیگردم روی اسپاتیفایم، یک بار لاگ‌آوت میکنم، دوباره لاگین میکنم ببینم که آیا روی اپلیکیشنم اعمال شده یا نه. پسورد بزنم، همونجور که میبینید اینجا دیگه گزینه آپگرید برداشته شده. بسیار عالی، بسیار عالی. ولی دیگه اینجا هیچ بنر و این چیزایی نمیاد واسه من. اینطور داستان من یه رو برگرم روی پلیلیستم، همونجور که میدید دلیلایی که این کار واسه تبلیغات میومد کاملا برداشته شدن و خیلی خوش خوردم. تقریبا تا 3-4 ماه آینده میتونیم از اکانت پریمیوم خودمون استفاده کنیم و پالش رو ببریم. دمتون گرم بچه ها، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم که اگر از این بعد خواستید اکانت پریمیوم اسپاتیفای خودتون رو پریمیوم کنید مشکلی براش نداشته باشید. لینکی که ازش کلیک تو خریدم رو هم براتون میذارم. دمتون گرم که ویدیوی من رو تماشا میکنید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.